امروز چهارشنبه 11 فروردین 1389 31 مارس 2010 و اینک به خبرها میپردازیم. درود بر شما بینندگان عزیز، از شبکه بین المللی واشنگتن وین تی وی مهمان شما هستیم. وحید زرقامی هستم و من زانیار کمانگر نظر شما رو جلب میکنم به اخبار امروز. دانشمند میره به زیارت مکه و از اون وقت تا به حالم پیداش نشده بوده. دلیل اینها، یعنی اینها همه نشون میده که ایشون یک دانشمندی هستش که مستقیما و رسما در اون تشکیلات فعالیت میکرده و اینقدر مهم بوده که سفر به خارج کرده بوده که با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش صحبت بکنه. ایران هم مثل هر کشور دیگه ای اگه زورش برسه یک جایی دخالت بکنه و زور بگه سعی میکنه اعمال بکنه. این یه روالش در این دنیا. و در عراق هم به دلیل سالیانی که ایران، جمهوری اسلامی ایران با صدام حسین درگیر بوده، گروه های مخالف صدام حسین مثل پاره از گروه های کرد به خصوص جناح های طالبانی یا پاره از گروه های شیعه مثل همین حزب الدعوه یا مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، اینها رهبرانشون، دستندرکارانشون نه فقط در ایران زندگی کردند بلکه از کمک های ایران کمک گرفتن، بهره گرفتن و یه عده‌شون در ایران صاحب ملک و املاک و وابستگی های بیشتر هم هستند. دلیل اصلی راه پیدا نکردن به جام جهانی ما فقط این بود که فوتبال ما الان توسط ناکارشناسان داره اداره میشه. تشکر از توجهتون به برنامه های وین تی وی تا این لحظه. شما را به دعوت میکنیم به بینندگان محترم شبکه وین در این 11 روز بهار فرح بخش. چرا آقای احمدی نژاد اینقدر خوشحال و حاله نورش داره روشن و خاموش میشه؟ بایستی بررسی کرد که در عرصه های بین المللی چه اتفاقی افتاده که آقای احمدی نژاد باعث شده باز نام ایران در صدر قرار بگیره و طبق معمول افتخارات زیادی نصیب دولت اصولگرای اون بشه. آقای احمدی نژاد باعث شده که ایران در عرصه های جهانی روز به روز پیشرفت بکنه و باعث بشه افتخارات بسیار بزرگی نصیب جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم بشه. خب البته علت دوم شدن ایران این هست که ایران از نظر تعداد اعدام در رده دوم جهانی قرار گرفته و رشد بسیار زیادی رو نشون داده. ما که البته نتونستیم در زمینه رشد اقتصادی بالاخره افتخاری کسب بکنیم، آقای احمدی نژاد باعث شدن که ما بتونیم از نظر تعداد اعدام رشد کنیم. ایشون از هر انگوشش به جای هنر یه تناب اعدام آویزونه.